به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور سعادتمند باشین خب شاگردای عزیز و گرامی قرار بود که به ما کارخانگی روان کنین درست است یعنی قرار بود کارخانگی به ما روان کنین از چه طریق روان میکردین از طریق واتس اپ نمبرش چند بود نمبرش گفتم براتون 20964 780 255 4013 درست است از طریق واتساپ اپ میتونید به ما کارخانگی رو روان کنید و اگر کدام سوالی یا مشکلی در حل کارخانگی داشتید میتونید با ما در ارتباط شید با این نمبر که برای شما خوانده درست است خب فصل دوم محاسبات مالی درست است محاسبات مالی جلسه سوم درس سوم ما و دیگه نه؟ از فصل دوم و ما و شما در امروز در درس امروز چه عنوان هایی رو باید بخونیم یک انواع تناسب تناسب معکوس اگر یادتان باشد درس قبل ما تناسب خواندیم تناسب مستقیم خواندیم انواع تناسب درست است تناسب مستقیم خواندیم که به چه شکل بود آل انواع تناسب تناسب معکوس هم میخوانیم و تناسب مرکب هم ما و شما امروز میخوانیم پس دو نوع تناسب ما شما امروز میخوانیم یک نوع درس قبل خواندیم چی بود تناسب مستقیم بود یادتون است مستقیم به چه شکل بود تعریف مانده یا نه بگین خودتون چه رقم بود گفتیم که اگر ما دو قیمت داشته باشیم که با هم چی باشد متناسب باشد اگر قیمت اول زیاد شود قیمت دوم هم زیاد میشه اگر قیمت اول کم شود قیمت دوم هم کم میشه است؟ یا کمیت اول زیاد شود کمیت دوم زیاد میشه مثال که اگر براتون زده مگر 1 تن باشد گفتیم چی بوره و قیمتش دیگه نه به عنوان مثال گفتیم یک کیلو بوره چند باشد 50 افغانی باشد 10 کیلو بوره چند میشه 500 افغانی میشه دیگه هست پس چی شد یک کیلو شد 10 کیلو زیاد شد قیمت هم چی شد زیاد شد پس دو کمیت اگر ما و شما داشته باشیم که با هم متناسب باشد و اگر اولی زیاد شود دومی هم زیاد شود به او میگیم چه تناسب مستقیم است؟ کار کردیم دیگه نه اما بعضی وقت ها ما دو کمیت داریم که متناسب با هم هستن اما مستقیم نیست یعنی یک کمیت زیاد شود کمیت دیگه کم میشه و یک مثال برات میزنم به مثال به عنوان مثال میگیم که یک اتاق ما و شما میخوایم رنگ کنیم سیست چی میکنیم؟ چهار رنگ, رنگ مال میاریم چهار رنگ مال اینمی اتاق در چند د چهار روز رنگ میکنه سیست د چهار روز امی چهار رنگ مال امی یک خانه رو اتاق نه خانه رو بگیم یک خانه رو چهار رنگ مال میاریم ده چهار روز رنگ میکنه حالا اگر ما شما بخوایم د دو روز رنگ شوه چند رنگ مال باید بیاریم بگین آفرین چی میشه اش رنگ مال میاریم دیگه نه اش رنگ مال رنگ مال ده دو روز رنگ میشنه میخونه پس چی شد فکرتون باشه دقت کنید تعداد رنگ مال و تعداد روزی که خانه رنگ میشه چهار رنگ مال ده چهار روز صحیح اول اگر ما تعداد چهار روز تعداد روز کم میکنیم ده دو روز بخوایم بکنیم تعداد رنگ مال زیاد میشه نگاه دقت کنید تعداد رنگ مال زیاد شد اما تعداد روزها کم شد پس چی میگیم به این میگیم تناسب معکوس پس مح... تناسب معکوس یعنی چی؟ تناسبی که اگر یک کمیت زیاد شود کمیت دیگر کم می شود و اگر کمیت اول کم شود کمیت دیگر زیاد می شود تناسب مستقیم چه رقم بود؟ کمیت اول زیاد شود کمیت دوم هم زیاد می شود درست است؟ پس ما میدید چه رقم شد دیگه نه یک بار دیگه گوش کن دقت کن بسیار مهم است چهار رنگ مال یک خانه در چهار روز رنگ میکنه. حال ما اگر بخوایم امی خانه را دو روز رنگ کنیم تعداد رنگ مال باید یاد شود دیگه تعداد روز ها کم میشه از چهار روز به دو روز کم میشه اما تعداد رنگ مال ها از چهار رنگ مال به هشت رنگ مال میرسه دیگه درست است یعنی به زیاد میشه دیگه حال ما چی میکنیم میریم سر تخته و یک مثال برای تشریح میذاریم با اعداد و تشریح میکنیم مثال مثال حل میکنیم پس ما میگیم چه رقم شد دیگه نه پس ما میگیم چ... گپ چی است گفتیم که چه تناسبی که اگر یک کمیت زیاد شود او کمیت دیگه کم دوم چی میشه کم شود با اون میگیم تناسبه معکوس درست است پس بریم سر تخته و مثال برات کار کنم خب شاگرد عزیز مثال یک مثال ما برات تشریح میکنم و سر تخته نوشته میکنم با عنوان مثال میگیم که اگر یک خانه رو ما بخوایم جور کنیم یک خانه رو جور کنیم 20 نفر کارگر داریم یعنی 20 نفر کارگر این می خانه رو در 15 روز جور میکنه صحیح پس نفر و کارگر تعداد کارگر درست است بخشید تعداد کارگر و تعداد روز روزی که جور میشه 20 تا کارگر در چند روز در 15 روز همه خانه رو جور میکنه صحیح است پس دو کمیت داریم کمیت اول چی است تعداد کارگر یا تعداد نفر 20 نفر یا 20 کارگر و تعداد دو... نفر... کمیت دوم چی است تعداد روز 20 نفر همین خانه در 15 روز جور میکنه حالا اگر ما شما بخوایم همین خانه در ده روز جور کنیم چند کارگر نیاز است تعداد روزها چی شد کمتر شد ولی تعداد کارگرها باید زیافه شود بیشتر شود دیگه نه پس ای چی است تناسب معکوس است مستقیم نیست مستقیم چرا خم بود گفتیم اگر یک کمی زیاد شود کمیت دیگه هم باید زیاد شود پس ای چی است تناسب معکوس پس من به این شکل نوشتم میکنم مثال پس تناسب معکوس مثال دقت کنید 20 نفر دا دا چند ده کانذ ده 15 روز يخانه جور میکنه 20 نفر ده 15 روز جور میکنه حالا اگر ما شما بخویم بخویم چی کنیم بخویم ده روز جور شوه ده روز چند نفر باید کارگر داشته باشیم این تناسب مستقیم است یا مع... یا معکوس است از کجا میفهمیم به این شکل دقت کنید من به این شکل نوشتن میکنم ده اینجا نوشتن میکنم که نفر, نفر... یا کارگر سیف در اینجا نوشته میکنیم روز سیف 20 نفر چند روز؟ 15 روز آلی گفته چه در روز شود دیگه در روز چند نفر آلی الان سال میمانیم یا x میمانیم من x نوشته میکنم فرق من میکنم ایکس ام من X نوشته میکنم اکس نفر میشه سیف دقت کنید چاگردای از بسیار نکته مهم است 20 نفر 15 روز سیف حالا نگاه چی شده روز کم شده 15 روز شده در روز در روز خب باید چی نفر تعدادش زیاد شوه که کار پوره شوه دیگه نه پس تناسب چی است معکوس است نفر کم میشه روز کم میشه اما نفر باید زیاد شوه یک نزی یک کمیت کم میشه کمیت دیگه زیاد میشه پس چی است تناسب معکوس است تناسب مستقیم یا تناسب دیگه نه کمیت اول کم میشه کمی دوم کم میشه اما در اینجا کمیت اول کم میشه کمیت دوم باید زیاد شوه و برعکس اگر ای زیاد شوه کم میشه درست است فهمید چه رقم شد دیگه پس می میگیم تناسب معکوس خب بریم چه رقم حل میکنیم به این شکل نوشته میکنیم میگیم که میتونیم نوشته کنیم x بر 20 صحیح است x بر 20 هم میتونیم نوشته کنیم صحیح است دقت کن شاگرد عزیز ده بر 15 صحیح است اما اما شاگرد عزیز دقت کن نکته بسیار نقطه مهم است اگر تناسب مستقیم بود به این شکل نوشته میکردیم اگر تناسب مستقیم بود به نفر 20 x روز 15 10 صحیح است میتونیم دریافت کنیم میگفتیم x بر 20 یا 20 بر x فرق نمی کنه اونجا میشه 15 بر ده یا 10 ده بر 15 اما چون تناسب معکوس است ما باید چی است ای رو معکوس نوشته کنیم یعنی باید نوشته کنیم دیگه 15 و 10 نوشته نمی کنیم نوشته می کنیم 1 بر 15 و 1 بر 10 چون تناسب چی است معکوس است باید یک نسبت یک کمیت ما معکوس نوشته کنیم چون با هم معکوس دیگه اگر مستقیم بود مستقیم نوشته میکردیم پس فقط نکته شمیست اگر فا میدید تناسب معکوس است باید معکوس نوشته کنی یک تا نو یک تا از کمیت خودش نوشته نوشته میکنی کمیت دوم معکوس میکنی اردوش رو معکوس نکنی یا یک تا کمیت رو باید فقط باید معکوس کنی صحیح پس چی میشه پس x بر 20 میشه یک بر ده بر یک بر 15 پس مساوی با یک بر ده بر یک بر 15 فرمول چرا خمش دیگه نه x بر 20 مساوی است با انی بری پس شد یک بر ده بر یک بر 15 فقط چون تناسب معکوس بود با این معکوس نوشته کردیم فهم دیدی دیگه نکته شمی بسیار آسان است خب ما و شما چی میتونیم بکنیم x بر 20 که خودش نوشته میکنم x بر 20 خب یه یه چی هست که ما میخوندیم دیگه نه؟ دور در دور ضرب میکنیم در صورت نوشته میکنیم و نزدیک در نزدیک ضرب میکنیم در مخرج دقت کنید چه گردی عزیز این دور ضرب در دور نزدیک در نزدیک صحیح خب یک زب در میشه پانزه پس در صورت نوشته میشه پس خط کسری در صورت میشه پانزه و در نزدیک در نزدیک 10 زبدر در یک میشه ده پس چی میشه این در مخرج نوشته میشه پس x بر 20 مساوی با 15 بر ده اگر دقت کنید شاگرد دقت کنی چی 20 بر میگیم 20 20 اینجا نشه x اما اینجا شد یک بر 15 یک بر 10 میتونی یک بر 15 نوشته نکنی این ای اردور معکوس کنی جایش نوشته ده بر پانزه. ده اینجا ده, ده اینجا پانزه. والا همین بسیار خوب است دیگه فهمیدید چرا خم شد دیگه نه نفر روز نفر 20 نفر x نفر روز چون تناسب معکوس است 15 در نشتم کنیم 1 بر 15 در نشتم می‌کنیم 1 بر 10 فهمیدید چرا خم شد دیگه نه حالا چیکار می‌کنیم بر بسیار آسان ما و شما چی از خواص تناسب میتونیم استفاده کنیم طرف وسطین کنیم دیگه نه؟ ای طرف این طرف وسطین کن x ضرب در ده میشه 10x مفاهیم است با 20 ضرب در 15 20 ضرب در 15 میشه چند 300 حالا چی میکنیم؟ اطراف یک معادله شده. اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ده میکنیم. اطراف تقسیم بر ده، پس چی میشه؟ اینه ده که ده خلاص پس اکس است با سه صد تقسیم بر ده، میشه سی. پس چند روز میشه؟ سی روز میشه. فهمیدی؟ پس اگر بیس نفر در پانزه روز یک خانه رو خانر جر کنه، اگر بخوایم در ده, ده روز هم خانه جور شد چند نفر نیاز است چند نفر کارگر سی نفر فامیلی چی رقم شد دیگه نه پس به این تناسب میگیم تناسب معکوس پس یک بار دیگه شاگردان عزیز اگر می دقت کنید تناسب معکوس به چه شکل بود گفتیم اگر یک کمیت زیاد شود کمیت دیگر کم شود میشه تناسب معکوس درست است اما اگر یک کمیت زیاد شود تنا... کمیت دیگر زیاد شود با اون میگیم تناسب مستقیم وقتی مستقیم بود دیگه یک بر 15 نشون نمیکنیم نشون میکنیم 15 و اینو نشون میکنیم 10 ولی چون معکوس است باید نوشته کنیم یک بر 15 یک بر ده صحیح است پس چرا رقم شد دیگه نه عزیز و گرامی پس چی است انواع تناسب تناسب معکوسه کار کردیم یک, یک تا مثال هم برات کار کردیم سر تخته تشریح کردیم و فهمیدید چرا رقم شد نه پس من رو تیک مارک میکنم پس از تناسب معکوس اما تناسب چی مرکب تناسب مرکب چی است تناسب مرکب به ای شکل است شاگردان عزیز اگر هم دقت کنید بعضی وقتا ما بعضی از سوالا رو کار میکنیم فقط دو کمیت داریم که با هم متناسب است به او حال یا او معکوس است یا مستقیم است که دیدیم مثال کار کردیم هم معکوسش هم مستقیم مستقیم جلسه قبل کار کرده بودیم نه معکوسش هم کار کردیم اما بعضی از سوالا سه کمیت میتاند چی باشد متناسب باشد چهار کمیت پنج کمیت ده کمیت تعداد زیاد از کمیت ها با هم چی میتونه باشه متناسب باشد اگر بیشتر از دو تا نسبت با هم تناسب چی بود اصلا تناسب تعریف تناسب چی است تساوی بین دو نسبت نه حالا اگر سه نسبت با هم مساوی باشد به با اون میگیم تناسب مرکب یعنی سه کمیت با هم متناسب است مثالایی داریم که ما کار میکنیم به میگیم چی تناسب مرکب نکته بسیار مهم شاگرد عزیز اگر هم دقت کنید تناسب مرکب ما و شما نسبت با هم مستقیم باشه در سه شین چه باشد معکوس هم داشته باشد هم مستقیم داشته باشد هم معکوس داشته باشد صحیح پس ما یک مثال هم از مستقیم برات کار میکنم هم از مرکب که هم مستقیم داشته باشه هم معکوس داشته باشه از اردوش برات کار میکنم تا متوجه باشید چی است فهمیدید چه رقم شد دیگه نه؟ پس بریم سر تخته من مثال برای تناسب معکوس و تناسب مرکب برات مثال کار کنم هم از مستقیمش هم از معکوسش کار کنم برات فهمید چی رقم شد دیگه نه پس بریم سر تخته خب بریم خب شاگردای عزیز و گرامی یک تا مثال من کار میکنم که تناسب چی باشد مرکب باشد به چه شک به عنوان مثال یک مثال کار میکنیم پس من در کنم اول تناسب مرکب به عنوان مثال ما میگیم که اگر چی باشد پنج کارگر یا پنج نفر چهار روز کار میکنه و اشتاد هزار افغانی مزد میگره یا پیسه میگیره سایست پنج نفر برای چهار روز کار اشتاد هزار افغانی پیسه میگیرن اگر حالی چی باشد اشت نفر کار کنه و شش روز کار کنه چقدر پیسه باید بگیره پس سه قسم شد فکرت باشه سه کمیت شد تعداد نفر تعداد روز و پیسه موزی که میگیره پس سه کمیت متناسب داریم پنج نفر سه است. چهار روز کار میکنه اشتاد هزار افغانی پیسه میگیره موز میگیره است. آلی اگر چند اشت نفر برای شش روز کار کنه چقدر قبط پیسه بگیره پس یک تناسب چی است؟ مرکب است چون سه تا چی داریم کمیت داریم که با هم متناسب است پس نشون میکنم مثال پنج نفر فیف چهار روز کار و موزش شقم میشه اشتاد هزار افغانی موز. مزد میشه فیف یا ماش میشه فرق من بگنه مزد ماش پس پنج نفر چهار روز اشتاد هزار افغانی آل به ما شما میگه که اگر امی پنج نفر آل اشت نفر باشه اشت نفر برای شش روز کار کنه بجای چهار روز شش روز کار کنه فیف چقدر موز باید بگیره فهمید چرا خم شد دیگه نه پس سه چی داریم سه کمیت داریم تعداد نفر تعداد روز و مزد که میگیره پس باید میگیم تناسب مستقیم خب ببخشید تناسب مرکب اما مرکبی که مستقیم است معنایش است یعنی که نگاه کنید اینی چیزی که از ما شما در می‌خوای سوال ده. سوال گفته که دریافت کنه اینی بسیار مهم است تو باید چک کنی که یه دیگه دو کمیت دیگه با اینی کمیت ما شما مستقیم است یا معکوس است پس کمیت مز بر ما چون گفته سوال چقدر مز میگیره اینی بسیار بر ما مهم است پس ما یه چک میکنیم اول پس دیگار باید باید چک کنیم تعداد روز با موز مستقیم است یا معکوس است یعنی اگر موز زیاد شد و تعداد روز زیاد میشه یا تعداد روز زیاد شد و زیاد میشه بله این میفهمیم دیگه اگر تعداد روز بیشتر بیشتر کار کنه چهار روز کار کنه 80 هزار ده روز کار کنه خب بیشتر میشه دیگه پس رابطه شش مستقیم است پس کمیت روز با کمیت مز چی مستقیم است کمیت نفر با کمیت مفتی مستقیم است یا نه؟ و مستقیم است بله چون 5 نفر کار کنه 80 هزار افغانی میشه حالا اگه 10 نفر کار کنه چی خب بیشتر میشه دیگه پس ما مستقیم است پس تعداد نفر بالا بره مزدم بالا میره فیست پس هر دو از کمیت ها با کمیت مورد نظر ما و شما که سوال از میایه مستقیم است چون اردوش بالا روا و مزدم چی میشه بالا میره اما سوال میشه کار کرد بعد از این باز ما سوال کار میکنم که اگر یک کمیت زیاد شد و کمیت مورد نظر ما و شما کم میشه پس اون میشه چه؟ مکوس فاهم نیست رقم نه پس دقت کنید شاگرده عزیز و گرامی پس این دوم کمیت ما به یک تا تیر به سمت بالا میکشم این به تیر به سمت بالا یعنی چی؟ یعنی که اینا م... ای اردو، کمیت مستقیم است بایی اگر معکوس بود تیر به سمت پایین میکشیدیم فهمید چی رقم شد پس این اردو رو با کدام باید حواس با ما متوجه باشیم با همون سو... چیزی که امو که از ما و شما سوال خواستم رو دریافت کنید پس این ما و شما کلیدی در نظر میگیریم این محور در نظر میگیریم و این اردو را باید باهی بسنجیم است؟ که مستقیم است یا معکوس است این اردو چی است با همین سوال ما و شما با همین کمیتی با که ما و شما میخوایم دریافت کنیم مستقیم است مستقیم خوب بسیار آسان کار نداره اگر معکوس بود فقط یادت باش وعده دیگه نوشتن میکنی یک بر رو نوشتن میکنیم در معکوس دیگه نه در مستقیم که مشکلی نیست پس نوشتن میکنیم پس میگیم که چی این مزدبان من نامش X بانم باز دوباره الان سوال نمیم این نامش X بانم میخوام X دریافت کنم پس ایکس بر 80000 ایکس بر 80000 فیس مساوی با چی ایکس بر 80000 مساوی است مستقیم که 4 بر 6 بر چار. میتونیم بهش یک نوشته کنیم. شاگرده از کنید. شش بر چهار فرق نمیکنه شش بر چهار سیفت بهش کنیم. شش بر چهار مساوی است با 8 بر 5 8 بر پنج. فهمیده چی رقم شده دیگه نه؟ 8 بر 5. خب، ال چی کنیم؟ اگر دو نسبت مساوی بود خب طرف و این میکنیم نه؟ اما اگر سه باشد چی؟ سه باشد دقت کن شگرد های از این طرف نسبت سه نسبت به چی شکل میشه یعنی x باید بیاید در, در دو مخرج ضرب و x ضرب در 4 ضرب در پنج تا با اشتاد ضرب در شش ضرب در 8 به میشه فاهم چرا چی شد؟ پس این من به نوشته میکنم پس میشه x ضرب در چار ضرب در پنج پس x ضرب در 4 ضرب در پنج با او بر میشه ضرب در در پس زب داره اشتا زب داره شش زب داره اشت زب داره شش زب داره اشت پس به میشه اگر سه ما نسبت داشتیم به تناسب ما سه تایی باشد سه تا نسبت باشد به صورت اول در هر دو مخرج دوم مخرج اول در هر دو صورت دوم سیست این میشه چی طرفین وسطین سه تا اگر چهار تا باشد به با این شکل است صورت اول در همه مخرج ها مخرج دوم در همه صورت ها فامیلش رقم شده اگر دو تا باشد که فامیل سه تا باشد سوال ده امتحان با ما سه تا اگر بتا سه سخت بخوای بتا به بیش شک میشه پس فامیل چه رقم شده دیگه خب حالا دریافت میکنیم چی میشه میشه x 4 ضرب در 5 چند میشه میشه 20 دیگه پس میشه 20 x مساوی با ده اینجا میشه چند 6 8 صفر میتونیم به شک بگیم 80 از 80 خودش نوشته میکنه باید ضرب کنیم دیگه فرق نمیکنه ضرب داره 6 8 ضرب داره 48 یک تا چیست؟ یک تا باز مدل است باز اگر اطراف تقسیم بر چند کنیم تقسیم بر 20 کنیم نه اطراف تقسیم بر 20 ای برام کل تقسیم بر 20 صحیح است 20 با 20 خلاص پس ده اینجا میشه x مساوی 20. با 20 رو با ساده کنیم اختصار کنیم 20 با 80 هزار میتونیم با 48 هم میتونیم اختصار کنیم با 48 اختصار میکنیم 20 در میشه 10 صحیح و 48 هم به 2 تقسیم کنیم میشه 24 صحیح 20. 24 یعنی درم میتونیم چی یک تا صفر از کجا صفر از اختصار کنم پس 24 ضرب در 8000 باید کنیم مخرج هم یک است پس x من نوشتم دیبر دی بر جای نیست بر نوشتم شاگرد دقت کنید پس من دی بر کنم. پس x مساوی است با چند شد 24 در 8000 ضرب کنیم 24 ضرب در 8000 پس 8000 من 24 ضرب در 8 میکنم صحیح و در آخرم سه صفر آخرش میمونم 4 سی و دو ده اینجا سهش ده بالا یه هشت هست دیگه دو هشت شانزه سی نوزده هست سه صفرم باید بانیم پس میشه یک و نوزد پس ما شما میشه 190، و دو هزار افغانی پس چی شد؟ سوال یک بار دقت کنید چگرده عزیز؟ مثال گفته که اگر پنج نفر سیست چهار روز کار کنه 80000 افغانی مزد میگیره. حالا اگر 8 نفر 6 روز کار کنه چقدر مزد باید بگیره؟ گفتیم متناسب چی است؟ تناسب مرکب است. چون چی داریم؟ سه کمیت داریم. تعداد نفر، تعداد روز و پیسہ قیمت مزد که میگیره. پس سه تا نسبت سه تا کمیت متناسب داریم. واسه چی چی میشه؟ تناسب مرکب. خب، حال خود تناسب مرکب گفتیم هم میتونه مستقیم باشه هم میتونه معکوس باشه. این مثال چی است؟ مثاله مستقیم است. پس بهش نمیشته کردیم. 5 نفر، 4 روز، 8 دزاره فقانی، 8 نفر، 6 روز، X افغانی 6، X موزیش، X است. دیگه نامشی X مانده. خب، حالا چی میگیم؟ بگیم این دو کمیت تعداد نفر و تعداد روز با موزیکی میگیرن مستقیم است یا معکوس است. از کجا باید بفهمیم؟ از کجا؟ بگین چک میکنیم که این تعداد نفر اگر زیاد شوا آیا موزیش باید زیاد شوا؟ بله، پس مستقیم است. اگر تعداد روز زیاد شود آیا مزد باید زیاد شود بله پس این مستقیم است حال باز مثال کار میکنیم که معکوس هم باشد صحیح خب پس چه رقم میشه پس x بر 80 هزار مساوی است با 6 بر 4 مساوی است با 8 بر 5 صحیح است حال طرف وسطاین باید بکنیم طرف این وسطاین ازی چه رقم میشه گفتیم که صورت اول در هر دو مخرج دوم و مخرج اول در هر دو صورت دوم صحیح است ضرب میکنیم یک معادله میشه دریافت میکنیم جواب چند میشه 192000 افغانی پس 8 نفر برای 6 روز کار چقدر باید مزد بگیرن 192 هزار افغانی باید بگیرن صحیح پس ما میده چرا خم شد دیگه پس من تختار پاک کنم و یک تا مثال کار کنم که تناسب مرکب باشد اما معکوس هم توش داشته باشد خب شاگرد عزیز یک تا مثال کار میکنیم که تناسب مرکب داشت در دا اون معکوس هم وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر ده نفر کارگر سیفت یک تا کانال آب سیفت به طول دوازده متر همین کانال آب دوازده متر ده نفر کار میکنه و در چند در هشت روز خلاص میکنه نمی کاره همین کانال میکنه سیفت پس ده نفر یک تا کانال به طول دوازده متر در هشت روز خلاص میکنه میکنه حال سوالی است که اگر ما و شما ده نفر بود دیگه نه حال پنج نفر پنج نفر یک تا کانال مشابه که قطر از مشابه باشد ولی طول از پانزه متر است در چند روز رو خلاص میکنه پس این نوشته میکنم پس چی شد ده نفر سهیست ده, ده نفر یک تا کانال دوازده متر طولش دوازده متر است در چند روز در هشت روز پس 10 نفر یک تا کانال 2000 متر متر در 8 روز خلاص میکنه میکنه خلاص میشه. به ما سوال گفته اگر 5 نفر یک تا همی کانال بین بهم، بین کانال باشد، طول از چند باشد؟ 15 متر باشد 15 متر در چند روز اینو خلاص میکنه پس بسيچ از یک تناسب مرکب است چون 3 تا کمیت داریم تعداد نفر یا تعداد کارگر تعداد روز تعداد روز و تعداد چه طول اما کانال دوازده متر است 15 متر است 20 متر است چند است پس ده نفر کانال دوازه، طولش دوازده متر است در هشت روز خلاص میکنه اگر پنج نفر باشد یک تا کانال مشاین قطرش همو باشد دیگه فرق نکنه فقط طولش فرق کنه طولش چند است 15 متر است حالا گفته در چند روز خلاص میکنه خب اول باید بفهمیم که این اردو کمیت باید کمیتی که از ما و شما سوال شده گفتیم بسیار مهم است اینی ده. باید ای اردو رو بازی چک کنیم دیگه نه مستقیم است یا معکوس است اول چک میکنیم و بعد میره بل میکنیم خب چرا رقم چک میکنیم گفتیم که باید من این علم سال ایکس بانم نامی شده ایچی هست ایکس روز خب آلی اگر کانال ما و شما طولش زیاد مت دوازمت پانزمت شده آیا تعداد روزی که کار میکنیم زیادتر میشه یا کمتر میشه باید زیادتر شوه دیگه هر کانال طولش بالاتر بره تعداد روزی که نیاز داره بالاتر میره پس چی است این مستقیم است تیر به سمت بالا میکشیم صحیح پس چی است مستقیم است اما اگر تعداد نفر تعداد نفر بالا بره یعنی در نفر 20 نفر شوه 20 نفر کار کنه روز کم میشه زیاد میشه نمو کانال و کم میشه دیگه آفرین تعداد روز کمتر میشه پس چی چیز معکوس هست یعنی اگر ده نفر پنج نفر شود تعداد نفر کم شود نیروی ما کم شده نیروی کاری ما نه پس تعداد روز با چی شود بیشتر شود دیگه پس چی چیز این معکوس است صحیح پس تیر به سمت پایین میکشیم فاضل چرا هم شد دیگه نه؟ پس اما کمیتی که از ما شما سوال شما بسیار مهم است او دیگه کمیتا رو باید چک میکنیم چک میکنیم که مستقیم است یا معکوس پس طول طول همی کانال دوازده متر پانزده متر چی است مستقیم است تعداد نفر چی هست؟ معکوس است فهمیدی چه شده خب پس بریم این نوشته میکنیم x بر 8 پس x بر 8 مساوی است با چه؟ 15 بر 12 15 بر 12 مساوی است با 5 بر ده نه چون معکوس است باید نوشته کنیم یک بر 5 1 بر 10 صحیح پس میشه 1 بر 5 از این بر پس میشه یک بر 5 بر یک بر ده فهمیدی چرا شد پس همین چون معکوس است باید به شکل معکوس نگشته کنید خب حالا میریم انجام بدیم پس از اینجا چی میشه طرف وسط این کنین x در هر دو باید شود پس میشه x در 12 در ده پس x در 12 زب در یک بر ده مساوی است با در دو باید شود پس چی میشه 8 در 15 در یک بر 5 پس 8 زب داره پانزده زب داره یک بر پنج است؟ فاهمید چی رقم شد دیگه نه خالی را اج، اج، زرباش انجام بدین چی میشه؟ میتونیم به شکل زرب کنیم بگیم که x زرب در دوازده پس میشه دوازده x تقسیم بر ده پس میشه دوازده x تقسیم بر ده میشه سیست مسایس چی میشه؟ قبل که زرب کنیم اینی کدید پنج خلاص میتونیم بکنیم اینی میشه چند؟ یک اینی چند میشه؟ میشه سه. خب چون 15 تقسیم بر 5 میشه 3 دیگه سه است و هم میشه یک اوکی یک یک بر یک, بر یک یک است یک زب در 3 سه. 3 8 24 24 سه است حال چی میکنیم حال باز دوباره شاگرد عزیز دقت کنید معادله است دیگه باز معادله رو معادل ما و شما چی میتونیم میتون راه مختلف وجود داره حل کنیم ولی راه آسانش به مخرج چند است مخرج یک است نه باز دوباره طرف وسطاین میتونیم بکنیم طرف وسطاین میکنه و دفعه آسان تر میشه میشه 12 در یک میشه پس دوازده x مساوی است با ده در بیسته میشه 240 پس حالا اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر دوازده اطراف تقسیم بر دوازده تقسیم بر دوازده این دوازده کنیز دوازده خلاص دوست تقسیم بر دوازده چند میشه؟ من در اینجا نوشتن میکنم در آخر آخر چون جایی نیست اینجا نوشتن میکنم پس x مساوی است با دو تقسیم بر دوازده میشه بیست درست پس میشه چند؟ 20 پس اکس ما و شما چند شد؟ 20 یعنی چی؟ یعنی پنج نفر اگر کارگر یک تا کانال به طول 15 متر در 20 روز باید چی کنه؟ خلاص کنه بکنه و خلاص شوه فاهم چرا رقم شد دیگه نه؟ پس یک بار دیگه دقت کنید نوشته میکنیم ده نفر دوازه متر اشت روز پنج نفر پانزه متر چند اکس روز حالا باید اول چک کنیم همه کمیت که ما شما سوال خواست x ماندیم دیگه را باید باید چک کنیم که مستقیم است یا معکوس است خب مستقیم است چی است طول کانال چی است مستقیم چون 12 متر 8 روز است 15 متر باید زیادتر شود 100 درصد دیگه نه پس این مستقیم است تیر به سمت بالا 10 نفر 8 روز 5 نفر چی است تعداد کم شده ولی طول تعداد روز باید زیاد شود دیگه منطقی است دیگه 10 نفر او کار 10 روز انجام میده اگه 5 نفر انجام میده خب روز بیشتر میشه دیگه پس معکوس است چون رابطه از این با این معکوس است ای کم شده ولی باید زیاد شود سیس پس تیر به سمت پایین خب دیگه آسان است که پس ایکس بر اشت اینی بروی روی از این مسایی با پانزه بر دوازده پنج بر ده ولی چون پنج بر ده معکوس است باید نشته کنی یک بر پنج بر یک بر ده سیس فاهمیده دیگه نه دیگه شکر معادل است ما شما میتونیم حل کنیم انواع تناسب تناسب مرکب هم. ما و شما کار کردیم دو مثال هم کار کردیم که هم دو تناسب مرکب هم مستقیم داشته باشیم هم معکوس داشته باشیم درست است پس اینم چی میکنیم تیک مارک میکنیم خب پس این از درس امروز ما و شما اما کارخانگی کارخانگی چی هست؟ تمرین های صفحه 52 و 54 را باید حل کنید و به ما روان کنید چه رقم روان میکنید از طریق واتساپ نمبرش چند است ۲صفر ۹شچ 7 ۲۵۵ ۴ س سیست خب شاگردهای عزیز و گرامی پایان جلسه سوم شاگردهای عزیز مانده نباشین بخیر باشین خدا آفظتان